الان کار مهم اینه که بریم به کیمیا تبریک بگیم. چرا من باید این کارو بکنم؟ نقشه اون پسره گرفته. این چه حرفیه میزنی؟ باید اعتراف کنی که از رقیبت کم آوردی و شکست خوردی. بابا اینجوری نگو دلم میشکنه فتی. اگه شکست خوردنی هم بوده به خاطر گندی بوده که تو زدی. حالا من گند زدم. مهدوی زرنگتر از من بود. البته اوزان بهش کمک کرد. ماجرای قتل و سیاسی جلوه داد. برای همین تونست مهری از مرد نجات بده. جناب افشار آرش تنها به یه دلیله که مونده، دلبستگیش به کیمیا خواهرزاده شما. البته دلبستگی که نه، یه جور لجاجت و یه دندگیه. اون هر کاری میکنه که خواهر شما رو نجات بده فقط به خاطر اینکه دل کیمیا رو به دست بیاره. من خیلی چیز ساده است میخوام. دوری این مادر و پسر به خاطر تصمیمات منطقی تو بوده. تکلیفشون رو روشن کن، کاری بکن که دل بکنه. منظورت چیه؟ منظورم اینه که هر کسی تو زندگیش یه سری رازهایی داره. آرش هم همینطور. فتی میتونه کمکت کنه تو این زمینه. آخ که پدر و پسر عینه هم دیگه هستیم. آفرین. به خاطر رسیدن به خواستتون هر کاری میکنیم. من البته کارهای دیگه هم از دستم برمیاد. شنیدم که وضع کارخونت همچین مناسب نیست. میدونی که پول حلال همه مشکلات. تو این زمینه هم فتی میتونه کمکت کنه. منتظر خبر خوبت هستم. ترس، حسرت، حسرت اینکه همه چیزی که داشتی داری از دست میدیم. زندگیت، بچه هات، همه چی. ترس اینکه اون بر چی منتظرته. دیگه وقت جبرانم نداشتی. کارایی که بعد از مرگت قرار انجام بدی چی میشه. خیلی عجیب، خیلی عجیب و ترسناک. ولی آدم تا نزدیکش نشه هیچ وقت بهش فکر نمی کنه. کیمیا که قربونت. اومدم. بله اومدم. سلام. چطوری دایی؟ خوبم. خوشحال خندانی مامانت اومده. بله. سلام. سلام علیک. چشمت روشن. سلام. خوبی بیژن جان؟ سلام مریم. سلام. سلام زنده ای. حالت چطوره؟ خیلی ممنون. شما خوبین؟ خیلی ممنون. مامانت چطوره؟ سلام میرسون. خیلی خوشحالم دوباره میبینمتون. خیلی ممنون. چشم ما روشن. دلت روشن باشه ان شاءالله همیشه. زیاد که اذیتت نکردن. تو بهتر از همه میدونی. نه خوب و خوشی الحمدلله. قربون شما. از دایی فرخ چه خبر؟ دایی فرخت خبری نیست. از دایی فرخ خبری نیست هنوز. پیغومی، پسخومی، تماسی، چیزی؟ نه هیچی؟ هیچی. خوبی؟ خیلی ممنون. شنیدم سواکیه زاخسیاشو چوب میزده. همون که خونشو بهش اجاره داره. میگم باشم دست بوده. آره و تهمت اضافیه. بدبخ از هیچی خبر نداشته منصوری. زندایی شما ساده این. من میتونم به حرفش بیارم. چیه به حرف؟ مطمئنم از دایی خبر داره. جاش خبر داره. عربش شکنجگره میخواه استفاده کنی به حرفش در بیاری؟ حرف میزنه. انقلابی سابق میخواد فرخ رو نجات بده. فرخ به خاطر تو گرفتار شده. خیلی خوب. اجازه به زندایی. اینا همه حرف مفت. منو چرخان. ببین به قیمت آزادی تو فرخ رفته خودشو گرفتار کرده. تو بیار با این بده بودن همسه. قضیه دایی فرخ من هیچ ربطی نداره. یعنی چه اگه اون نبود همون اولش تیربارونت کرده بودن هفت تا کفن پوست بابا بودی. قبرستون کنی به خاطر تو یه نامرد هر کاری رفت کرد. منو چرا بدیدم زندگی یه لحظه اجازه بدیم. من نامرد نیستم آقای منو چرا خانه. یه لحظه اجازه بدیم زندگی. من بعدش هم به شما نگفتم. به شما نگفتم من دست تو رج و شهران فرار کردم. گفتم یا نگفتم؟ بهتون گفتم. گفتم که به دایی فرار خبر بدین هر جوری میتونه خودشو نجات بده. گفتم یا نگفتم؟ گفتی. اینجا جای حرف و گفتگوه. بابا بیاین بریم تو بشیم چای بخوریم. شما درد نکنه زندگی. خیلی ممنون.
من فقط اومدم احوالتون رو بپرسم. خیلی خوشحال شدم. کجا داری میری؟ من با اجازهتون باید برم. خیلی ممنون. میگم بیاد قربانشو به شما تبریک میگم. خیلی ممنون. آقای منوچهر خان، من سراغ شما میام. ببین شما باید به امثال ماها جواب بدین، باید تون بدین، همه سرمایه‌دارای زالو باید تون بدن. مهری جان زنپاش بزن، وزوز زیاد شده. دیوونه تو هم قد اینی باش جر رو بس میکنی؟ آره بابا تو برو، بابا نداره یه چیزی میگه ده تا باید جواب بگیره. پسری دیوونه خل چل، این هم یکی از اون جوجه انقلابی های قلابیه که دلشون میخواد کارخونه رو بگیرن دستشون. منوچهر اینقدر بالای سر من راه نرو. خدا آخرت ما رو به خیر بکنه. خیلی خوب بیا بگی بشین. حالا دیدی؟ تهدیدم داشت میکرد پسر، میگم سراغه میذاشتن اینجا میزدم تو. بیژن بچه هست یه چیزی گفته، باید چی به دل میگیری؟ ببین از فرخ چه خبر؟ خب بگو، من باید بدونم. ببین من میدونم با شریف حرف زدی، هر چی شنیدی حدس و گمون، اصلا بهش توجه نکن، بریز دور. ناخدای لنجه گفته بوده تو چشای خودش دیدی که فرخ تیر خورده افتاده تو دیگه هم بلا نه. تو دیگه اینجا کاری نداری، باشو برو خرمشهر. طفلای معصوم که هم تنهایی کشیدم، باشو برم خرمشهر چیکار؟ خب تنهاشون نذار، ببر با خودت. برم اونجا چیکار کنم؟ به این چیکار میشه؟ هر کاری بکنی بهتر از اینه که تهران بمونی بی خبر باشی. خب باشو برو اونجا، شاید یه سرنخ یه چیزی گیر بیاری. فردا میرم براتون بلیط گیر بیارم، باشه؟ آفرین. حضور دوباره مادرم، گرمای وجودش، امید و مثل روح تازه تو خونه بی جون ما جاری کرد. ولی گم شدن پدر و خبرهای متناقضی که درباره اون میشنیدم دلمو به درد می آورد. نمیتونستم باور کنم راه صداقت و پاکی که پدرم در پیش گرفته بود پایانش به نیستی ختم بشه. دلیل ها و نشونه ها سست‌تر از اونی بودن که بتونن ایمان منو ازم بگیرن. من مطمئن بودم پدرم زنده است و برگشتش رو انتظار میکشیدم. Thank you.
جانم، جانم، من اینجا مامان جان، جانم دخترم، چی عزیزم؟ جانم، جانم بسا خواب بابا رو میدونم. خیر، ایشالله قربونت برم، خیر. بابا زنده است. ایشالله بابا زنده است. ایشالله زنده است، قربونت برم، ایشالله بابا زنده است. ایشالله عزیزم، ایشالله بابا زنده است. بابا زنده است، بابا زنده است مامان. قربونت برم، اینقدر خودتو نگران نکن. همی چند از روحانیان مقیم پایتخت برای استقبال از حضرت آیت الله خمینی کیمیا؟ کیوان؟ کش بود اینا رو میدید؟ هواپیما خواهند رفت که شخصا در روی پلکان هواپیما از ایشون استقبال. گروه دیگر از همراهان حضرت آیت الله خمینی به جز خبرنگاران از هواپیما به پایین میان توسط پلکان هواپیما. اونطور که به نظر میاد امیدوارم دوربین تلویزیون بتونه خیلی واضح‌تر تصویر رو نشون بده تا گفتار من. کاش منم با پیمان رضا رفته بودم. از پلکان هواپیما به پایین اومدن و مورد استقبال گروهی که شخصا کار خودشونو کردن. خاله من میرم. خاله خداحافظ. نرگس وایس منم میام. شدیدیه. خبرداری چهارراه از سراپولی چه خبره؟ آره بابا یه عده ریختن تو پادگان ها. اسلحه افتاده دست مردم. یا این بر این درسته. بزن تو. آقا یا بری. آقا یا یه سراغی بگیره به هر کسی میشه با اسلحه کار کنه. میتونه اسلحه دستش بگیره. سریع بفرستش سراغ من. رضا چه خبر؟ رضا شو. ببین سر چهارراه آشوبه. درگیری شده. اکبر آقا ما همه گی میریم دم چهارراه. هر کی تو محل میتونه خون بده بفرستینش بیمارستان. برو بریم. برو بشین. رضا برو چه برو. یکی از بچه‌ها دیده. میگه مطمئن بودم. متأخر چیزیش نشده باشه. کیمیا میشنوی سر صدا رو؟ آره جونی چه خبره؟ همه جای شهر درگیری شده. نه ببینیم چی. نه نمیتونیم. نمیتونیم بریم. خانم محمدی، خانم محمدی تی خورده. حالا خانم محمدی خودمون. آره مدیر من. آره باید بریم بیمارستان. بیایم بریم دیگه. بیمارستان.
کی بود کیمیا؟ شبیه بابا مگه اون دامون کیمیا؟ بیبه سلام. سلام. حالشون خوبه؟ میشناسنش؟ بله مدیر مدرسه‌م. خوبه؟ سرش اما خوشبختانه خطر برطرف شده. خوب میشه ان شاء الله. اینجا چرا وایستادین؟ اگه واقعا کاری ازتون برمیاد به من کمک کنین. چی کار میتونیم بکنیم؟ پانسمان که دیگه میتونید کنید. میبینید که بله مزید بیاین آفرین بیاین دخترا ما برمیگردیم. بیاین بریم بیاین بریم کمک کنیم. الو سلام کیمیا سلام کجا بودی؟ ببخش نگرانت شدم بیمارستان بودم اما خواهم بیمارستان برای چی؟ تیر خورده خواهم آمدی چی شده؟ هیچی الان به خیلی گذشت خدا رو شکر خدا رو شکر بیمارستان پر زخمی و مجروح و این از ما آمده می چند تا پتوینا ببرم برم کمک اونجا کیمیا خطرناکه ولش اجازه بدین دیگه برم کمک برو هر چند تا پتوینا میخوای وردار ولی حواست به خودت باشه کیمیا بله من دارم میرم خونه اکبر آقا اینا همسایه ها دارن قرص و نمیدونم دوا ما رو واسه بیمارستان تقسیم میکنن کامران هم میبرم باش. مامان جان درا رو ببند حواست به خودت باشه کیمیا دیگه سفارش نکنم بله الو بابا جونم الو بابا جون بابا جونم بابایی چون بابام بود بابای خودم باش حرف زدم صداشو شنیدم داشت حرف میزد قد شدن و زنی میزنه دوباره برو مامانم بگو بودو دیگه بودو برو اینم دارو آقا پیمان بیلن تونست میلا رو جمع کنه دست درد نکنه سری برسون خونه اکبر آقا آقای آوری جونم فقط سفارش کن هر چقدر دارو تو خونه هاست بردارم بیارن احتیاج داری یاد داده خود نمیاد برای چی نرفتیم هنوز ما به خدا به همه گروه های خونه احتیاج داریم منم خودم میرسونم برو اکبر آقا تو اینجا چیکار میکنی؟ من قرار نبود با کیمیا بریم بیمارستان چرا؟ الان میام به توضیح میدم نرگس نرگس طوری شده
کیمیا میگه باباش زنگ زده. باباش زنگ زده؟ منم نمیدونم. ببینم چی گذاشته. آره آره اینو حتما باید باشه. اینا واسه چی میخواد؟ آمپول سرنگ منظورته؟ هم دیدم دست بده اینا. این خوبه سرنگ همیشه توشه. بیا عزیز خانم اینو بگیر. ببین همه چی توش هست. نگاه شو ببین بسته بندش. آره اینه نگاه بکنم. خانم برو بده ببن. آره این آنتوی چی باید اونجا باشه. اینم بذار تو کفه. اون نه اینه بذار. بیا من بهش بگیم این داره تو هر وسیع یه دون از اینا بذاریم. برای عزیز دارم برم. سلام خسته نباشید. سلام خانم خسته نباشید. سلام تو خسته نباشید. چطوری نرگس شما؟ خوبم خاله جان. دیدم مسئله رو فقط میل با همون که اینم هستی دار میم بری خونه تو اونم بر چی؟ کمیا یه ذره حالش خوب نیست. چه شده کمیا خوب بود که من اومده؟ آره قرار بود من بریم بیمارستان اومدم دنبالش. خب میگه نه بابام زنگ زده به تلفن خونه. بابای زنگ زده؟ من نمیتونم. خود تو بیمارستانم که بودیم یه مجروح دید دوی دنبال برانکار فکر آقا فرخ بد دید که باباش نیست. یکم حالش انگار خوب نیست. گفتم تنهاش نذاریم بهتر. الانم که دم تلفنش هست میگه بابا میخواد زنگ بزنه. مهری طوری شده؟ نه کامران خواب حواست باشه. به کامران باشه بیم دنبال بیام با من؟ نه من میام ایشالله میام. نه بابا چی شده بچه؟ کیمیا جانم. مامان کیمیا ماما ماما جانم جانم میشه بابا زنگ زدن. بابا زنگ زد. کی زنگ زد بابا دیگه؟ الان زنگ زدم یعنی باش حرف زدم. مامان بیا 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 بشی بابا زنگ زد. بابا زنگ زد خودم صداشو شنیدم. گفت کجاست؟ آره گفت 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 مامان صدا خیلی قطع بست میشد از راه دور بود. هی با تأخیر میومد. صدا شبیه صدای بابات بود. نرگس بهت میگم بابام بود. من میشناسم صدای بابامو. شبیه خلا. بود یعنی چی؟ بشی مامان جان نرگس تو هم بشی. نه من دیگه میرم مزاحم نمیشم. نرگس کامران خونه اکبر آقای ناز. حواست باشه بهش تمام بیام. بابا زنگ زد. درست خواست من تعریف کنم مامان جان شاید اشتباه کردم. مامان میگم بابا بود. اینجا باسته نوبر تو بشه تو آقایون همه بیان توی صف باشه. سلام آقایون همه بیان توی صف باشه. سلام خانم خسته نباشیم. میبینی چه وضعیه. خسته شدم. کی میخواد تموم شه خدا میدونه. چی کار بکنم؟ یکم کمک بچه ها کنم. مرسی دستتون درد نکنه. آه.
بابا چی شده؟ بابا بیرون میدون جنگه، همه دارن تیر اندازی میکنن، خودم چند تا جوانو دیدم تیر خوردن، مردم از ترس. آخه تو توی این وضعیت بیرون میری چی کار بکنی؟ هرچی میخوای بگو من تهیه میکنم. رفتم به مهری سر بزنم. مهری؟ آرش کو اتاقشه. مهری حالش چطوره؟ خودش خوبه، نگران کیمیاست. کیمیا برای چی؟ چه میدونم، مهری میگه کیمیا همش فکر میکنه باباش زنده است، الانم که گفته بهش زنگ زده فرخ. چی؟ سب کن ببینم. گفته فرخ بهش زنگ زده؟ آره. سلام ماما. سلام مادر، یه وقت نری بیرون، اوضاع خیلی خرابه. اونو حواسم هست. ببینم من درست شنیدم آقا فرخ با کیمیا تماس گرفته؟ والا مهری اینجوری میگفت، کیمیا گفته باباش باهاش تماس گرفته، البته مهری هم باور نکرده. ای بابا معلوم نیست اصلا اوضاع چی میشه. من برای بار اول دیدم بعضی مردم اسلحه دستشون گرفتن، میگن دور پادگانای درگیریه. خلاصه هر چی که میخواد بشه بشه، ولی تکلیف همه روشن بشه. میگم مامان این تماسی که کیمیا میگه باباش گرفته راحت میشه فهمید از کجا بوده ها؟ چطوری؟ سرقه مخابرات. یعنی چی؟ نکن مگه بچه اون واسه خودش توهم داره، خواب و خیالاتی شده. آقا منوچهر اگه راست باشه چی؟ اینجوری که بد نیست، میفهمیم فرخ کجاست. باز که داری حرف خود تو میزنی. تو همه یکی از دوستایی بابا از مدیرای مخابراته، فکر میکنم شماره تماسشو داشته باشم. آره دارم، واسه الان میام میگم یه نگاه کنم. باز یه بهونه پیش اومد، این واسه خودش نمایش درست خودشون نشون بده. خب راست میگه دیگه، اینجوری بهتره که حداقل اینجوری معلوم میشه که کیمیا اشتباه کرده. من خوشم نمیاد این پسر دیگه دوباره بره پیش مهری و کیمیا خودشو نشون بده، نمایش درست بکنه. سلام صبح بخیر. بچه بو برنگی رو انداختی؟ حسابی گشنه‌ت عادی شام چی نخوردی؟ آره ماما انقدر کارمون تو بیمارستان زیاد بود که اصلا نمیدونیم، یه عالمه زخمی آوردن. معلوم بود دیشب چقدر خاصه مامان. اصلا نفهمیدم که خوابم برد که. مامان چه خبر؟ خبر نشد؟ چه خبری؟ منتظر بابا زنگ بزنه؟ آره منتظرم. بخو مامان جان بخو. تو شک داری که من بابا با تلفنی حرف زدم؟ نه شک ندارم، مطمئنم. مطمئن باش واقعا، میگم من باش حرف زدم. خب منو بخو مامان. بابا به تو میگم به من زنگ. فقط به کیمیا زنگ میزنه. اصلا همونطور که میاد. خب اگه تو خونه بودی تو گوشی برمی داشته باش حرف میزدی، این چه حرفیه؟ شما صبحانه تو خوردی؟ مامان جان دیگه بیرون نرو، از صبح هی صدای تیر تفنگ میاد. مامان آخه اونجا که امنه دیگه، به بیمارستان که کاری ندارم. یه امروز خونه باش، خونه بمون. اونجا من الان پانسمان یاد گرفتم، کمک های اولی یاد گرفتم، واقعا اونجا من احتیاج دارن، نیروهاشون کمه. اصلا میدونی چجوری مامان کیمیا نباشه اصلا کار بیمارستان لنگ میشه. کیمیا جان مشکل تو چیه الان؟ من مشکلی ندارم. چه مشکلی نه تو چه شده؟ خب کاش تو تلفن رو برمیداشتی. نه اصلا نمیدونم من تو چه شده انگار فقط خودت میگم بس. نه تو هم نگران بابا داری، من باش تلفنی حرف میگم. من بابا تلفنی حرف زدم بعد باور نمیکنی؟ بس دیگه کافی جان. شما هم شک دارین که من با بابا حرف زدم؟ شک چی مامان جان، صبحانه تو بخور پاشین. نه شک داریم یا شک نداریم، باور میکنین حرف من رو یا نه؟ کیمیا جان حرفا چیه میزنی؟ شک داری شک نداری؟ بشین صبحانه تو رو بخورین پاشین بین سر کار زندگیتون دیگه مامان جان، چه شکی؟ نه بخور صبحانه تو میگم. Thank you.
درک دوست داری یواش خیلی در آخ آی سلام. شما اینجا چی کار میکنی؟ من که اومدم اینجا کمک کنم، شما چجوری منو پیدا کردی؟ من رفتم خونتون که ایوان گفت اینجا واقعیتش با تون کار مهمی داشتم. ببینیم که آقا رشم الان خیلی درگیرم اینجا. آره میدونم، ولی یه خبر جالب دارم براتون. چه خبری؟ در مورد پدرتون. پدرم؟ آره در مورد اون تماسی که گفته بودیم با تون گرفته. خب میدونم باور کردنش برای بقیه سخته، ولی میتونم ثابت کنم که حق با شما بوده. فقط باید لطف کنین سری با من بیاین. واقعا خوش اومدی. مهتاب آرش چطورن؟ باز که این سگرمه ها تو های منو چرچته. چه تو میگم؟ شما نمیخواین تصمیم بگیرین؟ در باید چی تصمیم بگیریم؟ ده برای رفتن به خرمشهر دیگه. قضیه خرمشهر چیه تو اینقدر اصرار داریم؟ پول نداره. میگم چرا اینقدر اصرار میکنیم ما بریم خرمشهر؟ میخوای بدونی واقعا؟ آره واقعا میخوام بدونم. آرش، پسر آرش. آرش چه مربوط خرمشهر رفتن ما به آرش رو؟ آرش چه ربطی داره؟ آره برای اینکه دست بردار نیست. بعد اون همه کاری که مثلا برای آزادی تو کرد، حالا میخواد فرخ رو پیدا کنه. فرخ؟ بابا از مهتاب ماجرای کیمیا رو شنیده، اینکه با باباش حرف زده. اون شنیده که شنیده. خب بابا این واسه شده یه بهانه جدید که خودش رو نشون بده. حالا هی اصرار در اصرار که کیمیا رو ببره پیش اون رفیق باباش که کله گنده مخابراته. چای تو بخور. این روزا کیمیا انقدر سرگرم بیمارستان و پانسومان و کمک به مردمه که اصلا تو این خطا نیست. آرش اومد اینجا. چی؟ آرش اومد اینجا. کی؟ امروز. از من سراغ کیمیا رو گرفت، گفتم رفته بیمارستان کمک کنه. بفرما بفرما. حالا رفته اونجا سراغش. اصلا ببین من این آدمو که میبینم انگار باباش مشفق رو دارم نگاه میکنم. موجود خودخواه. کافیه اینقدر پوی سر مردم غیبت نکن منچر جان. ببین کافیه میگم. به هر وسیله خودشو داره به کیمیا نزدیک میکنه. مهری اگه ریگی به کفشش نبود همه این کارا رو برای تو هم میکرد. کافیه منچر بس دیگه. ببین این پسره از حال و روز بد کیمیا خبر داره. من نگرانم، نگران این بچه کیمیا هستم. بابا من یه چیزی میدونم که میگم از اینجا برین دیگه. هم میگه نه. فکر کردم همراه پدرت رفتی. تو دیگه چرا اینجا موندی؟ خب من هنوز تصمیمو نگرفتم. خرد کردی پسر. اگه اوضاع برگرده همین روزا میان سراغت. خب من کاری نکردم نگران باشم. مهم نیست کاری کردی یا نکردی، همین که پسر مشفقی جرم کمی نیست. آره فقط نمیدونم شما چرا اینقدر نگرانی. توی این اوضاع که هر دقیقش یه اتفاق میفته کی از حدش خبر داره؟ منم که تا حالش موندم به زور تهدید بخیر آدماشه. آخه کار شما که سیاسی نبوده. چی داری میگی آرش خان؟ این مملکت همه چیزش سیاسیه، از مدیر جزء مخابراتش گرفته تا پدر تاجه تو. بله اون شماره چی شد؟ خب مطمئنی؟ خب ممنون. راستی این مدرکم جمع جور کردم، بگو بیان بدرم ببرم. چی شد؟ توی اون ساعتی که گفتین با اون شماره از خارج از ایران تماس گرفتم. از خارج از ایران؟ آره. سلام ماما. سلام علیکم. سلام آرش، دستتون درد نکنه، خیلی لطف کردی. خواهش میکنم، منم خیلی خوشحالم این اتفاق افتاد. خسته نباشی ماما. کجا هستی شما؟
در به در همه جا دنبالت گشتم تا بیمارستان رفتم کیمیا. ببخش مام، من با آقا آرش رفته بودم پیش یکی از دوستاشون. بی خبر از من؟ نه آخه مامان، این دوستشون تو مخابرات کار میکنه، یه ردی از بابا پیدا کردن، یعنی فهمیدن اون تلفنی که بابا کرده خلص. از خارج بوده. بس برو تو حالا ماما. خود شما تو منتر جون بعدن صحبت میکنیم. به خدا مرخون، واقعا عذر میخوام، مثل اینکه خیلی نگران شدین. البته یه خبر خوب دارم براتون دیگه، گفتم بهتون که میخوانم خدا رو شکر اون تماسی که میگفتن واقعا آقا فرخ از خارج از کشور گرفته بوده. آقا آرش این خونه بزرگتر نداره؟ بهتر نبود به جای کیمیا بیاید دنبال من؟ حق با شماست. من واقعا عذر میخوام، یعنی من به این دلیل رفتم دنبال کیمیا خانم که خودشون گفته بودن با آقا فرخ صحبت کردم، ولی این توجیه درستی نیست، کاملا حق با شماست. یه خواهش از شما بکنم. من بفرمایید. دیگه به خاطر ما خودتو زحمت ننداز باشه؟ خانم من واقعا نمیخواستم شما رو ناراحت کنم، یعنی من فکر میکردم دارم اینجوری کمک میکنم در مورد آقا فرخ. همین یه نصیحت مادرانه بهت میکنم آقا آرش. فکر کیمیا رو از سرت بیرون کن، شدنی نیست. ببخشید مهر خانم، آقا منو چرا به شما چیزی گفته؟ به مادرت سلام برسون. خدافز. خدافزون. یه سرنخ‌های از جایی که آقا فرخ تماس گرفته پیدا کردم. وقتی این موقع شب پاورچین میای توی خونه خبر بده، یه ندایی بده. نمیخوای بدونی چیه؟ یا ترجیح میدی بری از خواهرت بپرسی؟ الان دیر وقته. خوش بس فردا. آخه خوبه، خیلی خوبه. اینو میخوای بگی اصلا نگران نشدی؟ نه خیر، از اون جهت ها من نگران تو نمیشم، ولی مادر دلشوره داره تو این شرایط اوضاع نگرانته. تو پشت سر من به خواهرت مزخرف نگو که نگرانشون کنی. خودت نگران نشدی مهم نیست. نصف شب بابا، برو بخواب. تو سه جلو بیمارستان معطل بود. برای چی؟ برای چیشو تو باید به من بگی؟ برای چی به من سرد شده بود؟ ها؟ برای چی به من گفتی که لازم نیست تو کارشون دخالت کنم؟ امیدوارم به حرفش گوش بدی، دخالت نکنی. منم امیدوارم تو هم دیگه تو کارای من دخالت نکنی. کارای تو؟ کارای تو چی هست؟ گفه هوس بکنی، دخالتهای انسان دوستانه بکنی، به دیگران کمک کنی؟ اگه تو مشکلی داری گوش کن منو، چه دفعه آخره که بهت میگم پا تو از گلیم من بکش بیرون. ببین مثل که یادت رفته این تو بودی که مثل عجل معلق یه دفعه افتادی تو زندگی من. زندگی من؟ نه خیرم، افتادم تو زندگی مادرم. فقط اشتباهم این بود، از اول با تی نکردم. هر جا بخوای مانعم بشی لعنت میکنم. من هر جور که صلاح بدونم عمل میکنم، تو هم هیچ کاری نمیتونی بکنی. در ضمن صداتو بیار پایین، مادرت بیدار میشه. گوش کن رفیق، دفعه آخره که بهت میگم من هر کس و هر چیزیو که بخوام به دست میارم. منظورت از کس کیمیاست؟ خیال تو راحت کنم، مانه خیلی گنده ای جلوی پاته. لابد خواهد تو میگی ها؟ که بری بشینی پشت سر من مزخرف بگی، فکر کنی اینجوری میتونی من از چشم اونا به اندازی. آره؟ آره، هرچی که میدونم لحظه به لحظه اگه لازم باشه از گذشته حال آینده همه جا جار میزنم. صبر کن ببینم اینجا چه خبره، نصف شبی سر چی دارین جر و بحث میکنی؟ پند پدرونه گرکودر گوش بدی بد نیست. چی بود مادر؟ ببخشی بیدارتون کردم. فرزندان، فرزندان،
چشمش دنبال توه. اینا همه بهانه است. مامان تو پدرم بگو اگه یه بار دیگه پاوا کنه تو کفش من، یه کاری میکنم دیگه هیچ ردی از من پیدا نکنه. مهم اینه که بابا از یه راه دور زنگ زده دیگه. مهم اینه که این تلفن شده. من دروغ نگفتم. چه؟ شما کی هستی؟ چی میخوای؟ یا آشنا من از مردم شجاع میخواهم در صورتی که قوای متجاوز عقب نشینی کردند آرامش و نظم را حفظ کنند. یعنی واقعا آخومنی از مردم خواسته بیرزن تو خیابونو پدازنی بشکنن؟ آره. قرار نبود برز صحبت کنی رجوع خواسته داری. من چرا صحبت کنم؟ مگه آدم زنده وکیل وسی میخواد؟ اتفاقای جالبی داره میفته. همراه شدیم با مردم. خیلی باید این حرکتشون بالاخره داره جواب میده.